بینش و پرسش. بینش و پرسش در امتداد خبر. بحث ها پیرامون اتفاقات و رویدادهای بازتاب یافته در کشور، منطقه و جهان. رادیوی ملی افغانستان پیشکش میکنه. بینش و پرسش. بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های محترم رادیو ملی افغانستان به برنامه بینش و پرسش خوش آمدید. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء در کنفرانس ملی بهبود نهادهای تعلیمی و تحصیلی افغانستان گفته است که امارت اسلامی بر اساس سیاست متوازن و اقتصاد محور با کشورهای همسایه، منطقه و جهان خواهان تعامل مثبت است. معاون سیاسی ریاست الوزراء افزوده که باز نمودن 17 سفارت و کنسولگری در کشورها به معنای بر رسمیت شناسی امارت اسلامی است. مولوی عبدالکبیر در این مراسم تأکید کرد که افغانستان خانه مشترک همه اقوام است و از شهروندان کشور خواست تا در آبادی افغانستان به گونه همه جانبه سهم بگیرند. من ندیم افضلی هستم، میزبان شما در این برنامه. مهمان من در این برنامه محترم خواجه امین آقا اسلامیار استاد پوهنتون است. جناب اسلامیار صاحب، شما را خوش آمدید میگیم به برنامه. نخستین پرسش را میخوایم پیش از این که به پرسش های اصلی بپردازم این گونه بپرسم: روابط بین دولت ها بر اساس چی تعریف میشود؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض و سلام و احترام و درود ارادت خدمت محضر عالی قدر شما جناب افضلی صاحب گرامی، همکاران تخنیکی شما و تمامی شنوندگان عزیز و گران قدر رادیوی زیبای شما که در داخل و خارج از کشور صدای شما را میشنوند. علیکم السلام. جناب افضلی صاحب، سوال بسیار زیاد مهم کردین. ببینین، ارگا ما زمانی که بحث از روابط میبریم، بحث از دولت ها میبریم، یک نگاه بسیار زیاد خوب باید داشته باشیم پیرامون تاریخچه روابط و همچنان پیرامون تاریخچه دولت ها. بله. از زمانی که الله سبحانه و تعالی انسان ها را در روی زمین خلق کرد و حضرت آدم علیه السلام آفرید و آهسته آهسته جوامع انسانی از شکل بدوی و ابتدایی حرکت کرد به سمت اجتماعات بزرگ، بحث نیازمندی های انسان ها پیرامون امورات مادی و معنوی از دغدغه های اصلی و اساسی روزگار انسانیت بود. بله. انسان ها آهسته آهسته به این نقطه رسیدند که دیگر به شکل منزوی و انفرادی نمیتوانند به تمامی خواسته های نیاز و نیازمندی هایی که در عرصه های محسوس و نامحسوس دارند برسند. بنابراین ایجاب این مسئله را میکنند، ایجاب این مسئله با اصطلاح بیشتر مورد تمرکز و توجه قرار گرفت که ارتباطات انسان ها در عرصه های مختلف و در موازین مختلف پیرامون مختلف ابعاد علمی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و بالخصوص موضوعات تجارتی بیشتر شود تا ما بتانیم نیازمندی های خود را با همدیگر ترسیم بکنیم. بله. اما آنچه که مشخصاً افضلی صاحب گرامی مربوط به بحث شما میشه، موضوع دولت ها و ارتباط بین دولت ها از موضوعات بسیار زیاد مهم و اساسی در عرصه روابط بین الملل و همین ترتیب در عرصه حقوق بین الملل است. بله. زمانی که ما بحث از دولت میکنیم، از لحاظ پروسیجرها و تعریف و میکانیزم هایی که علمای عرصه حقوق بین الملل پیرامون دولت داشتین، این که دولت چیست در نخست یک تعریف میکنیم و بعد از اون روابط بین دولت ها را بر اساس کدام مؤلفه ها ترسیم شده را به انشالله خدمت شنوندگان با بررسی و کنکاش قرار میدیم. ببینید، در ساده ترین تعریفی که علمای عرصه سیاست و حقوق از دولت دارن، میگه دولت عبارت از مجموعه از مردم که در یک سرزمین مشخص زندگی میکنن که برخوردار از یک حکومت به خرز ترتیب و کنترل امورات داخلی و خارجی، که اون حکومت از خود دارنده حاکمیت بوده باشد، که قدرت برتر در عرصه داخلی بوده باشد، در عرصه سیاست خارجی خود استقلال داشته باشد. و پنجمین مؤلفه یک دولت شناسایی است که بحث شناسایی را انشاءالله ما شما مطرح میکنیم. بله. یعنی زمانی که ما بحث از دولت میکنیم، بحث از ارتباط دولت ها با هم دیگه میکنیم، افضلی صاحب، در نخست باید بفهمیم که دولت چی. بله. ما گفتیم که یک دولت پنج مشخصه داشته باشد: اول جمعیت داشته باشد یا نفوذ داشته باشد، دوم جغرافیا داشته باشد، سوم حکومت داشته باشد، چهارم حاکمیت داشته باشد و پنجمین اصل بسیار زیاد مهم و اساسی که یک دولت او را داشته باشد بحث شناسایی است.
که بیشتر سخنان مولانا صاحب معاون ریاست الوزرای حکومت سرپرست بیشتر به این موارد بحث میکنه که ما امروز در چارچوب حکومت امارت اسلامی، دولتی که امروز ما بالای ما حاکم است و به عنوان به اصطلاح بزرگان مردم افغانستان دارن زمام امور را به پیش میبرن، تمامی میکانیزم های دولت داری را که شامل جمعیت است، نفوذ است، قلمرو است، حاکمیت است، به اصطلاح حکومت است، دارنده هستند. اما یگانه مشکلی که ایجاب میکنه که آنچه که ما امروز زیر به اصطلاح انتقاد اکثریت جامعه قرار گرفتیم، بحث شناسایی است که او را هم انشالله در لابلای سوالاتتان که ای که شناسایی چیست و چه نوع تاثیرات در روابط دولت ها با هم دیگر می داشته باشه را من انشالله با شما دقیق بحث میکنم. بله. اما به طور خلاصه در قسمت سوال اول شما ما که روابط دولت ها بر چی استوار است، به طور خلاصه امون نظر علامه ابن خلدون رحمه الله است که میگه انسان ها طبیعتا موجودات مدنی هستند و مدنیت انسان ها ایجاب میکنه که به شکل منزوی، به شکل انفرادی و تنها نتونن زندگی بکنن، بناهن نیازهای دولت ها، نیازهای انسان ها در کل تحقق منافع ملی، در کل تطبیق و رسیدن به هنجارها، به آرمانها و آرزوهایی که جوامع بشری با همدیگه دارن، دولتها با هم دارن، در صدد ازی هستند که با همدیگه روابط داشته باشند. و اگر به طور خلاصه و فشرده از دید مکتب واقعگرایی را بحث بکنیم، مکتب واقعگرایی بر این نظر هستند که میگه منافع ملی دولتها ایجاب میکنه که به خاطر تحققش دولتها با همدیگه ارتباط داشته باشند. بله، بسیار زیاد تشکر جناب اسلامیار صاحب. شما پیشتر به تعریف و ای که دولت ها بر اساس چی تنظیم میشن صحبت کردین. حال این دولت ها باید حفظ شوند و روابط خود حفظ بکنن. این روابط خود وقتی حفظ بکنن با کشورها و جهان به چی چیز نیاز است؟ ببینین افضلی صاحب، بخاطر از این که حفظ روابط داشته باشین، اولا شما اجازه بدین که من یک تقسیم بندی را که استاد پرویز ذوالعین پیرامون بحث روابط دولت ها داشته و سابقه موجودیت دولت ها داشته را خدمت شنونده به عرض برسانم. ببینید، ارگو سیر تطور تاریخی دولت ها، ما و شما از منظر حقوق بین الملل مورد مطالعه و بررسی بکنیم، به سه دوره بسیار زیاد مهم و اساسی تقسیمات شده. یک، ما دوره قبل از اقتدار دولت ها داریم. دوم، دوره اقتدار دولت ها داریم. و سوم، دوره اقتدار سازمان های بین المللی داریم. که دوره قبل از اقتدار دولت ها و دوره اطلاق میشه جناب افضلی صاحب که ما از ابتدای جوامع بدوی یا قرون اولیه یا قرنهای قبل از میلاد تا به قرن به اصطلاح عبده میلادی که بیشتر 1648 میلادی که کنفرانس یا کنگره معروف صلح وستفالی را در بر میگیره، این دوره را برش میگن دوره قبل از اقتدار دولت ها. اما از سال 1648 میلادی که صلح وستفالی میان کشورها به وقوع پیوست و بعد تا قرن گفته میتونیم 16 و 17 و 18 و 19 را دوره اقتدار دولت ها میگویند. بعد از کنفرانس صلح وستفالی بحث دولت ملت و حدود و تعیین مرزهای جغرافیایی و تعیین قلمرو دولت ها از موضوعات حاد جامعه بشری بود و همیشه دولت ها در صدد ازی بودند که در روابط خود با سایر دولت ها، در حفظ روابط خود با سایر دولت ها، در استقرار روابط خود با سایر دولت ها، بر بنیاد اصول پذیرفته شده بین المللی و بر بنیاد میکانیزم های ترسیم شده در کنفرانس صلح وستفالی و کنگره وین 1815 میلادی امورات خود پیش برند. بله. روابط بر اساس اصل برادری، روابط بر اساس اصل عدم مداخله، روابط بر اساس اصل وفا به عهد، روابط بر اساس اصل منع تبعیض، روابط بر اساس منع تجاوزات، روابط بر اساس شناسایی و حفظ حریم جغرافیایی و سیاسی دولت ها از جمله دغدغه های دوران اقتدار دولت ها بود. اما بعد از اینکه قرن 19 ایجاد شد، با دوباره در قرن 19 شدیم، اما پروسه تطور و اعتلاء فکری جوامع بشری باعث از این شد که بحث سازمان های بین المللی در تاریخ دولت ها قرار بگیره. بله. امروزه آنچه که بسیار زیاد مهم است در عرصه روابط بین الملل در تاریخ دولت ها، با وجود از اینکه قدرت دولت ها، حاکمیت دولت ها امروز ازش کاسته شده، اما باز هم حفظ شده و همه بر اساس
حسن متقابلی که دولت‌ها با همدیگه دارن تلاش میکنن که روابط حسنه را در ارتباط با دولت‌ها داشته باشن. اما بحث سازمان‌ها و تولد سازمان‌ها و یونایتد نیشن و به همین ترتیب جامعه بین المللی و World Trade Organization و سایر سازمان‌ها و بین المللی دیگه این یک موضوع جداگانه است که باز میشه برای صحبت بکنیم. بله. اما آنچه که به سرجات کوتاه در قسمت سوال شما اشاره بکنم، آنچه که باعث حفظ روابط دولت‌ها با دولت‌ها میشه، آنچه که باعث تداوم روابط دولت‌ها با هم دیگه میشه، او این است که دولت‌ها بر اساس اصول هنجاری و اصول آرمانی که در حقوق بین الملل وجود داره با همدیگه رفتار بکنن. یعنی منظور از این اصول چیه؟ مثلا اصل صداقت، اصل حسن نیت، اصل احترام متقابل، اصل عدم مداخله در امورات یکدیگه، اصل مساوی حاکمیت ها، به همین ترتیب اصل همکاری، اصل برادری و عدم استفاده از نیروها و تجهیزات و کارکردهای استخباراتی که مداخله در امورات داخلی دیگه دولت ها باشه. این موارد مواردی است که بیشتر اصل حاز حقوق بین الملل میتونه که حفظ روابط در سطح دولت ها حفظ بکنه. بله جناب خواجه صاحب، آیا دولت ها، ما حکومت داریم به نام امارت اسلامی، بیش از 2.5 سال میشه حاکمیت در دست گرفته در افغانستان، حالا دولت ها که روابط دارن، اصلایی که شما گفتین برای حفظ روابط نیاز است در مقابل امارت اسلامی، آیا عملی میکنن؟ از این اصلا کار میگیرن یا خیر؟ ببینین، اگر قرار باشه که این موضوع را ما پیرامون دولت خود مورد مطالعه و بررسی قرار بدیم، آنچه که بسیار زیاد مهم است و این دغدغه اساسی حکومت سرپرست امارت اسلامی هم فعلا است، جناب افضلی صاحب، بله، رسیدن به یک شناسایی بین المللی. ببینین، آنچه که در شرایط فعلی ایجاب میکنه به عنوان به اصطلاح یک تبع افغانستان، ما میتونم این را واضح صحبت بکنم، این است که ما بریم به این نقطه شناسایی برسیم. بله. یعنی در پالوی سایر عناصر تشکیل دهنده دولت که حکومت است، حاکمیت است، مردم است، به همین ترتیب به اصطلاح قلمرو است، موضوع شناسایی را ما هیچگاه فراموش نکنیم. شناسایی از جمله موارد و به اصطلاح مشخصه ها و میکانیزم های اساسی است که میایه از منظر حقوق بین الملل تعریف دولت را بسته میکنه. یعنی زمانی که ما از طرف مجامع بین المللی، از طرف نهادهای بین المللی، از طرف دولتها، به همین ترتیب سایر نهادهای مرجی در عرصه روابط بین المللی و مناسبات دنیا، دولت ما و حکومت سرپرست مورد شناسایی بین المللی قرار گرفته بگیره، انشالله با قبولی شناسایی ما از طرف سایر دولت ها، ما میتونیم آهسته آهسته حرکت بکنیم به سمت اعتلاء و رفع تمامی محدودیت هایی که در شرایط کنونی برای دولت ما گذاشته شده. بله. اما این که آیا سایر دولت ها پابند به این وصول هستند و دانستند، این یک موضوع بسیار مهم و اساسی است. اگر بیاییم موضوع را از یک زاویه دیگه ما شما بررسی بکنیم، کفر جهانی به همین ترتیب در رأسش امریکا و سایر متجاوزین و دامنه‌دارا و ادعادارای امپریالیزم جهانی که بنامهای گوناگون میخوان شیوه های استعماری خود بالای جهان سوم داشته باشند، هیچگاه طرفدار از این نیستند که کشورهای جهان سوم نظیر افغانستان، نظیر ایران و پاکستان از خود یک حکومت مقتدر و یک حکومت باسلامت داشته باشند. یگانه چیزی که کم کم میاید دامنه روابط در عرصه روابط بین الملل، در عرصه عدم تطبیق بعضی از اصول پیرامون امورات دولتداری در افغانستان بکنی مواجه ساخته، یه سری از موضوعات بسیار جزئی و عادی است که پیشنهاد ما به جانب حکومت سرپرستی است که اینمی موارد ترکیز شود، اینمی موارد آسیب ها شناسایی شود، پیرامون مکاتب انشالله امیدوار هستیم که طرح ها زودتر اجرا شود، به همین ترتیب زمینه کار به شکل مساوی ایجاد شود، قسمی که ایجاد شده کارها شده و اکثرا بعضی از مشکلات ساختاری که در رده های پایین حکومتداری وجود داره که در سطح ولسوالی ها و قریجات که مردم شکایت میکنن، او هم از رده های پایین حکومت بسیار خوب است که روی علمی موارد کار شود، روی میکانیزم های حقوق بشری که در مطابقت به شریعت قرآن محمدی صلی الله علیه و سلم است بیشتر کار شود. ما آهسته آهسته حرکت میکنیم به سمت یک دولتی که هم در مطابقت به شریعت ماست و هم در مطابقت به اصولی است که جهان پیرامون از امروز آمده اتفاق نظر. بله بسیار خوب.
به نظر شما اجماع بین المللی مهم از قبال یک دولت یا اجماع داخلی؟ بسیار با سوال خوب کردیم. این یک بحث بسیار جد مهم است. تا زمانی که جناب افضلی صاحب ما نتانیم ثبات داخلی داشته باشیم، هرگز ما نمیتانیم که رفا داشته باشیم، آرامش داشته باشیم، آسایش داشته باشیم. یگانه مؤلفه ای که امروز دولت های دنیا را توانست است به اصطلاح دولت های بزرگ دنیا را، دولت های امروز مثل امریکا، مثل روسیه، مثل چین، مثل سایر دولت های بزرگ دنیا حرف اول در عرصه سیاست بزنند و باعث پیشرفت ترقی خواهد شده از طریق ثبات داخلی. بله. تا زمانی که بحث ملت سازی، تا زمانی که بحث دولت سازی و تا زمانی که همه خود را در آینه حکومت ها نبینند و مردم با همدیگر حس مشترک، آرمان مشترک، فرهنگ مشترک، غایت مشترک و آرمان های مشترک نداشته باشند، رسیدن به این که ما در عرصه روابط بین الملل بتوانیم جایگاه داشته باشیم بسیار ضروری است. بنابراین این موضوع ایجاب میکنه هرگاه ما افغان ها میخواهیم در عرصه بین الملل جایگاه داشته باشیم، میخواهیم همون عزت و صلابت خود را حفظ بکنیم، بنابراین یگانه میکانیزم و راه اساسی که ما ثبات داخلی ایجاد شود. بله. ما درد خود، مشکلات خود نه بالای امریکا بندازیم، نه بالای روس بندازیم، نه بالای پاکستان بندازیم، نه بالای ایران بندازیم. یگانه درد ما، یگانه مشکل ما و یگانه اساس ریشه‌ای و درد ریشه‌ای که در درون ما وجود داره در جامعه افغانستان و این است که ما متاسفانه به یک ثبات اساسی و داخلی مهم که همه خود در یک ملت بدانیم، یک صدا بدانیم، متاسفانه وجود نداره به شکل درست واقعیش. این مورد ایجاب میکنه که باعث شده که ما مشکلات بزرگتر داشته باشیم. بنابراین به طور خلاصه پیرامونی سوالتان گفتم میتونیم به خاطر رسیدن به صلابت بین المللی ایجاب میکنه که اجماع داخلی وجود داشته باشه، روابط دولت با مردم به شکل اساسی تعریف باشه، مردم بتوانند با مقامات خود دیدار داشته باشند و همه خود در آینه حکومت ببینند. بله. جناب اسلامیار صاحب، بسیار زیاد تشکر از شما. شنونده های محترم رادیو ملی افغانستان، پس از میان برنامه کوتاه بحث خود دوباره ادامه میدیم. بینش و پرسش. بینش و پرسش در امتداد خبر. بحث ها پیرامون اتفاقات و رویدادهای بازتاب یافته در کشور، منطقه و جهان. رادیوی ملی افغانستان پیشکش میکنه. بینش و پرسش. سلور دیرش 34. سلور دیرش. سلور دیرش خبرونه. برنامه 34. گفتگو با شنونده ها و مقامات در 34 ولایت افغانستان. دا اوریدونکو او مسئولینو سره خبری اتری در برنامه 34 څلور دیرش خبرونه. په څلور دیرش خبرونه کې بینش و پرسش. بینش و پرسش در امتداد خبر. بحث ها پیرامون اتفاقات و رویدادهای بازتاب یافته در کشور، منطقه و جهان. رادیوی ملی افغانستان پیشکش میکنه. بینش و پرسش. دوباره خوش آمدین شنونده های محترم رادیو ملی افغانستان به ادامه بحث ما و به برنامه بینش و پرسش. بحث خود ادامه میتیم با محترم خواجه امین آقا اسلامیار، استاد پانتون که ایشان از روی خط تلفن با ما وصل هستن. بحث خود ادامه میتیم جناب اسلامیار صاحب، به ادامه صحبت هایی که شما کردین، حالا حاکمیت امارت اسلامی است و بیشتر از دو سال میشه که امارت اسلامی در افغانستان حاکم است، حتما روابطی در بین ای و کشورها وجود داره و وجود داشته است و این روابط خواستار امارت اسلامی است که تقویت شود. شما روابط امارت اسلامی را در این بیشتر از دو سال چگونه ارزیابی میکنین و روابطش با جهان چگونه بوده است؟ بسیار سوال خوب جناب افضلی صاحب. اگر مشخصا بیاییم روابط حکومت سرپرست امارت اسلامی افغانستان در طی دو نیم سال
یا کم و بیش مورد مطالعه و بررسی قرار دادیم. قسمی که در مقدمه هم خدمت شما اشاره شد از ظریف امروز بحث روابط دیپلماتی و بحث روابط کنسولی موضوعات و نیازهای اساسی جامعه است. بله. سالها در کل دولت‌ها از قرون گذشته با هم دیگر روابط دیپلماتیک داشتند، روابط کنسولی. بله. این روابط کنسولی و روابط دیپلماتیک از منظر مطالعات حقوق دیپلماتیک و کنسولی حوزه‌هایی است که از خود صلاحیت‌های مشخص و کارکردهای مشخص خود دارند. و همچنان داشتن سفارت، داشتن نمایندگی، داشتن کنسولگری دولت‌ها در درون دولت‌ها و اعطای جواز فعالیت بر ازوا و در کل زمینه اسکان ازوا، تامین مسئولیت‌ها برشان، تامین مزایا برشان، از جمله مکلفیت‌های دولت‌ها پیرامون دولت‌ها. بله. که خوشبختانه در این زمینه از آمدن برقراری حکومت امارت اسلامی در افغانستان، الحمدلله ما شاهد باز شدن یک عده از سفارتخانه‌ها به همین ترتیب کنسولگری های دولت ما در سایر دولت های دیگر بوده که این نگاه بیشتر ما را به اصطلاح پیشبین به این سازه که آهسته آهسته که با تحول دو نیم سال قبل در افغانستان آمد، آهسته آهسته دوباره روند دولت سازی، روند زندگی مردم افغانستان و به همین ترتیب ارتباطات ما با سایر دول که نظیر دولت ترکیه، نظیر تهران، به همین ترتیب پاکستان و سایر دولت ها آهسته آهسته برقرار شده رویز و ما را خوشبین می سازند نسبت به عملکرد های دولت های ما. اما آنچه که بسیار جات مهم از جناب افضلی کرده این قسمت، ما امیدوار است که این موضوع مورد توجه حکومت سرپرست قرار بگیره، این است که بیاییم روی اونمو دایه هایی که جهان امروز بر ما داده که پیرامون امو دایه های خود، یعنی در صورت عدم تطبیقشان که امو دایه از طرف حکومت ما آمدین، روابط خود قد ساختین، کنسولگری های خود قد ساختین، روابط دیپلماتیک خود قد ساختین، روی اونمو مکانیزم های اساسی که از طرف از او پیشنهاد شده را در مطابقت با چارچوب شریعت غرای محمدی صلی الله علیه و سلم، در مطابقت با اصول اسلامی مورد مطالعه قرار بدیم، مورد بررسی قرار بدیم، به عموم موارد در عرصه تعامل ما با سایر دنیا به خاطر داشتن یک افغانستان ارتباط، چون ما نمیتونیم بدون ارتباط با دولت ها زندگی بکنیم، نمیتونیم بدون داشتن نمایندگی دیپلماتیک و یا کنسولی ارتباطات خود با سایر دولت ها داشته باشیم. بحث ارتباط از موضوعات اساسی دولت داری جناب افضلی صاحب. بله. بنابراین به خاطر تحقق و گسترش دامنه ارتباطات دیپلماتیک و کنسولی، الحمدلله پیشرفت‌ها وجود داشته در طی دو نیم سال و به خاطر رونق از این ایجاب میکنه که ما بیاییم مطابق با شریعت خود، مطابق با سیاست خارجی و ترسیم سیاست خارجی که پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم و خلفای راشدین داشتن، روابط خود با سایر دنیا ترسیم بکنیم تا باشه که یک افغانستان آری از همه مشکلات. بله، بسیار زیاد تشکر جناب اسلامیار صاحب. امارت اسلامی همواره تاکید بر این داشته است که سیاست متوازن است و اقتصاد محور است، قسمی که در مقدمه هم به او اشاره داشتم، و تاکید بر احترام متقابل کرده. آیا کشورها در روابط خود با امارت اسلامی احترام متقابل در این چند سالی گذشت مد نظر گرفتند یا خیر؟ البته جناب افضلی صاحب نگفته نباید گذاشت، اما قسمی که امارت اسلامی خواستار به این است که در دنیا وارد فاز تعاملات قرار داشته باشد، نظر به حسن همجواری، نظر به احترام متقابل، نظر به تعامل مسالمت آمیز و همچنان عدم تهدید به اصطلاح خاک افغانستان بالای تمامی دنیا، این است به اصطلاح اهداف و شعارهای امارت اسلامی افغانستان بوده که همیشه مقامات امارت اسلامی افغانستان، وزیر خارجه حکومت سرپرست و همین ترتیب معاونین محترم همیشه در سخنرانی خود ابراز کردیم خاک افغانستان امروز مسئول است، ما با دنیا ارتباطات خوب داریم، با دنیا میخواهیم وارد تعامل شویم، افغانستان آرام است. بنابراین همیشه دایره دوستی خود به طرف جهان و اصطلاح پیشکش کردیم. بله. اما این طرف ارگومین جهان مورد مطالعه و بررسی قرار میدیم، با اصطلاح سازمان های مهم دولتی مورد مطالعه و بررسی قرار میدیم، ناگفته نباید گذاشت این که در عقب کارهایشان چی گونه سیاست ها دارن، اما در ظاهر اونا هم تلاش کردن که وارد فاز تعاملاتی با امارات اسلامی افغانستان باشن، تحت عناوین مختلف کمک های بشر دوستانه میآید، به همین ترتیب تلاش میکنن که با امارات اسلامی به نحوی از آنها وارد تعامل بوده باشند و
اکثرا وقت به وقت تحریم هایی که بالای به اصطلاح بزرگان امارت اسلامی هستند تلاش میکنند که تحریم ها برداشته شود. اکثرا بعضا نقاط مثبت وجود داره، آدم خوشبین میشه به اینکه به نوعی آهسته آهسته تعاملات جهان با امارت اسلامی آهسته آهسته الحمدلله رونق گرفته. اما بدون شک بحث به اصطلاح یک سری از مشکلات وجود داره که جهان متاسفانه در قبال حکومت امارت اسلامی داره، به اصطلاح در بعضی موارد تخفیفانش هم داده میشه که او هم در اون طرف جهان هم تقاضایش است که تلاش شود پیرامون مکاتب، تلاش شود پیرامون سایر موارد جدایی جهان است. امیدوارم که با حل شدن این سر نقاطی که بین اختلاف که بین جهان و دولت امارت اسلامی وجود داره این موارد هم انشاءالله از میان بره. بله جناب خواجه صاحب، شما اشاره به این داشتین که کشورها هم میخواهند که تعامل داشته باشند، اما در این که سیاست از اونا پنهان چی میگذره کسی آگاه نیست. با توجه به حرفای شما، اقداماتی که از سوی کشورها صورت میگیره، مثلا ما اگر مثال بدیم 4 کشور روسیه، چین، ایران و پاکستان میخواهند در آینده نزدیک در روسیه نشستی در مورد افغانستان برگزار کنند، با توجه به این تعاملات دیده میشه که تعاملات کشورها با امارت اسلامی تعاملات مشروط است و او هم مداخله در سیاست داخلی امارت اسلامی، آیا تعاملات مشروط نتیجه در پی خواهد داشت؟ بحث تعامل و بحث دایر کردن کنفرانس ها یک موضوعاتی است که ما و شما دوران قبل هم پیرامون امورات افغانستان داشتیم و از آمانه که حکومت امارت اسلامی جناب افضلی صاحب آمده هم کنفرانس های متعدد در تهران، در ایران، در تهران، در مسکو به همین ترتیب در سایر کشورهای دنیا گفتن می‌داریم به اصطلاح ایجاد شد، منعقد شد. اما آنچه که شما مداخله در امورات داخلی گفتین، ببینین جناب افضلی که بحث ثبات درونی یک دولت بدون شک خواسته و ناخواسته سرایت میکنه به سایر کشورها. اگر ما یک افغانستان با ثبات داشته باشیم، افغانستان به اصطلاح آری از خشونت، آری از قسمی که الحمدلله داریم امروز، افغانستان امنیت سرتاسری است، حکومت مستقر وجود داره و اکثرا بعضی از مشکلاتی هم وجود داره، انشاءالله امیدوار هستیم که این مشکلات هم حل شود. اما این جهان نرس جهان عزیز است که آنچه که حکومت جهان، آنچه که حکومت مشمول جهان مطرح میکنه، آنچه که یک سری از به اصطلاح گفته میتونیم رهبرای افغانستان بیرون از افغانستان که در گذشته بودن زندگی میکنن، جهان هم تلاش داره در صد از یک سری از خلاهایی که وجود داره در قسمت به اصطلاح حکومت سرپرست به عنوان حسن نیت، به عنوان حسن همجواری، به عنوان همسایه های افغانستان که خود تلاش میکنن و نهری از آنها در ارتباط مستقیم با مردم افغانستان بوده باشند، با دولت افغانستان بوده باشند، به همین ترتیب تلاش میکنند که این موارد را حفظ بکنند و در پاره از این سیاست های بزرگ دیگه وجود دارد که بحث روسیه است، بحث اختلافاتی است که پیرامون افغانستان و استراتژی هایی که بایدن در قبال افغانستان داره و این ترتیب مخالفت هایی که در پاره از سیاست ها پوتین داره که همیشه انتقاد کرده از سیاست ها. این موضوعات موضوعات کلان سیاسی است که از زمانه بحث ما حضور بوده. اما خوبی مسئله ای است اولی سر قسمی که بهتر ما عرض کردیم، درد ما را، مشکل ما را و به اصطلاح زخمی را که ما مردم افغانستان در طی جنگ ها داریم، فقط یک خانه میکانزمی که میتونه او را حل بکنه و نسخه شفا بخشی که میتونه بوده باشه و توکل الله متعال اتحاد مردم افغانستان است، اتفاق مردم افغانستان است، به همین ترتیب برادری مردم افغانستان است، از بین بردن تمامی انهای تعصبات و مشکلاتی است که کم کم متاسفانه میراث دوران قدیم وجود دارد، میراث جمهوریت است. این موارد کار شود، اتحاد سازی شود، ملت سازی شود، برادری باشد، قوت باشد، انشاءالله این موارد میتونه که مشکلات ما را زودتر حل کنه تا اینکه کنفرانس ها بتونه مشکلات ما را حل بده. بله جناب اسلامیار صاحب، ما وقت کم داریم، به عنوان آخرین پرسش اگر از شما بپرسم و در همی پرسش صحبت های ما را جمع‌بندی بکنیم، این پرسشی مطرح میکنم که امارت اسلامی چقدر نشان داد که به تعهدی که در قبال توافقنامه دوحه دارد عمل کرده است و در این مورد نظر شما را داشته باشیم و با همی صحبت هایتان را جمع‌بندی بکنیم. جناب افضلی که بحث توافقنامه دوحه از موضوعات بسیار اساسی و مهمی است که در با آمدن امارت اسلامی دوتر مورد توجه رسانه های بین المللی قرار گرفت. البته پیرامون تطبیق معاهده دوحه اختلاف نظرهای بین امارت اسلامی افغانستان و جانب دولت امریکا وجود دارد که بعضا اونا امارت اسلامی را پیرامون نقض بعضی از معاهدات
متهم میسازند، بعضن امارت اسلامی اونا را متهم میسازند. اما در کل گفته میتونیم که امارت اسلامی بعضی از کارهای مهم و اساسی را انجام داد پیرامون دوحه. افغانستان سرزمین شده این روز آباد، افغانستان دولت دارنده و دولت مقتدر، به همین ترتیب مردم افغانستان الحمدلله در فضای امن امنیت زندگی میکنند و هیچ گونه تهدیدی از جانب افغانستان نه بالای امریکا و نه بالای سایر دولت ها وجود دارد. و اکثرا بعضی از مشکلات که پیرامون تدبیر معاهده دوحه وجود دارد، همیشه دایه به اصطلاح بزرگان امارت اسلامی هم همین بوده که همه این موارد انشاءالله در نتیجه طرحهای نهایی و بحثهایی که مقامات با هم دیگه دارن انشاءالله حل خواهد شد و ما انشاءالله شاهد از افغانستان آباد و مترقی خواهیم بود. بسیار زیاد تشکر از شما محترم خواجه امین آقا اسلامیار استاد پهندون از این که وقتتان در اختیار ما گذاشتین. تشکر از دلیل سبب شما هم تشکر از دعوتتان، وقت خوب و خوش داشته باشید. و تشکر از شما شنونده های محترم رادیو ملی افغانستان که تا این لحظات بینش و پرسش را شنوا بودین. تا برنامه بعد شما را به خداوند یکتا و به همتا امانت می‌سپارم. شب و روز خوش داشته باشین.